بینندگان جانه عزیز سلام و به علیجان شو خوش اومدید. من که امروز خیلی خوشحالم، امیدوارم شما هم خوب و سر حال و سلامت باشید هر جای این کشور پهناور کانادا که هستید. خب بینندگان جانه عزیز، همونطور که می‌بینید امروز من یه جای بسیار ویژه هستم. یه مژده خیلی خوبم برای شما دارم. امروز اومدیم به کانادین اسپیس ایجنسی، آژانس فضایی کانادا، در مرکز جان اچ چپمن که در لانگی کبک قرار داره. اومدیم اینجا با آقای دکتر سیامک تفضلی مصاحبه کنیم. خب این مرکز هم که اسمش آقای به نام آقای جان اچ چپمن بوده، ایشون هم یه پژوهشگر فیزیک بودن. خب حالا آقای سیامک هم اینجا پژوهشگر هستن، آقای سیامک تفضلی، اومدیم با ایشون هم صحبت کنیم درباره وظایف، مسئولیت‌هاشون و کلاً درباره آژانس فضایی کانادا، موشک‌هایی که هوا کردن، ماهواره‌هایی که هوا کردن، یه خورده درباره‌شون صحبت کنیم با ایشون. خب بیننده جان عزیز، آماده هستید بریم با آقای دکتر سیامک تفضلی صحبت کنیم؟ پس با ما باشید. در ضمن تا یادم نرفته این راکت بزرگی هم که پشت سر من می‌بینید، راکت بلک برند راکت 9 که در دهه 60 میلادی از که 900 تا ازش درست کردن و به فضا فرستادن برای پژوهش. خلاصه بیننده جان عزیز، این راکت الان ماکته، راکت ماکته، نگران هیچی نباشید. من برم ببینم واقعا ماکته یا نه. پس بیننده جان عزیز با ما باشید، با آقای دکتر سیامک تفضلی با ما باشید. لبخندم فراموش نشه. راکت راکت. خب بینندگان جان عزیز، الان ما داخل آژانس فضایی کانادا هستیم، کانادین اسپیس ایجنسی. پلوی من آقای دکتر سیامک تفضلی هستن، ایشون پژوهشگر هستن، اینجا مشغول به کار هستن، آقای دکتر هم هستن. سیامک جان، من میتونم شما رو سیامک جان صدا کنم یا آقای دکتر سیامک جان صدا کنم یا آقای دکتر تفضلی جان صدا کنم؟ چی صدا کنم؟ بفرمایید جان صدا کن. جان سیامک خوب کافیه. سیامک جان میتونم؟ سیامک جان باشه. سیامک جان خوش اومدی به علیجان شو. درود بر شما علی جان و درود به همه تماشاگران عزیزتون هر جا که هستن، تو دارن نگاه میکنن ما رو. سلام. خب بینندگان جانی عزیز، ما الان از دوربر کانادا دارن این شو رو نگاه میکنن و فکر کنم خیلی هم مشتاق باشن یه خورده درباره مسئولیت ها، وظایف و کلا درباره کانادا اسپیس ایجنسی خورده بیشتر بدونن. اول اصلا من سوالی که اولین سوالی که اصلا دارم اینه که اصلا چند سال کانادا هم تو الان زندگی میکنی؟ علی جان، من الان تقریبا بیشتر از 30 ساله که تو کانادا هستم و در این 30 سال بیشترش تو مونترال بودم. یه چندین سالی برای تحصیلات رفتم اتاوا، ولی بیشتر همیشه تو مونترال و تو هول هوش مونترال بودم. مونترال. تو با سفینه کانادا اومدی یا نه؟ نه، من سفینه نیومدم، با هواپیما اومدم. هواپیما اومد. بالاخره فضا بودی. تو هوا اومدم. تو هوا اومدی. از اتمسفر خارج نشدی ولی. نه، برای اومدن اینجا نه. نشدی. خب سیامک جان، تو اینجا مشغول به کار هستی الان. الان چند سال اینجا مشغول به کار هستی؟ تقریبا 20 ساله که من الان تو CSA هستم که همون آژانس فضایی کانادا است و بیسیکلی اول تو ریسرچ و دیولپمنت کار می‌کردم و بعد تو میگم به سیستم انجینیرینگ و حالا توی پروژه هستم، توی هدایت کردن پروژه های فضایی. خب شما الان رو چه پروژه های اینجا داری کار میکنی؟ میشه برای بینندگان جان عزیز ما توضیح بدی؟ منم همینطور خیلی مشتاقم بدونم. حتما. تو خیلی پروژه ها، من 20 سال دیگه تو خیلی پروژه های مختلف کار کردم. فکر کنم چیزایی که تازه باشن بذاره جالب تر باشه برای بینندگان و برای خودت. توی تقریبا 10 سال که گذشته 3 تا ماهواره من روشون کار کردم. یکی از ماهواره ها که بعداً فکر کنم عکسش رو می‌خواید نشون بدین. بله. یکیشون اسمش نیوسات بود. یه ماهواره‌ای که همونجوری که می‌دونید ماهواره‌ها در محور زمین می‌چرخن و یک مأموریتی دارن. مأموریت این ماهواره برای پیدا کردن سیارک ها بود، این همون شهابای آسمونی که ممکنه مثلا بیان بخورن به زمین، مثل همون که مثلا 55 میلیون سال پیش خورد زمین و دایناسورها رو از بین برد و این خیلی به نفع ما بود. از بین برد دایناسورها؟ اینجوری که توری میگم اون یکی فقط همون یکی مونده، همون یکی دایناسور، یکم تو واشنگتن نگار هست. راست میگی؟ خب چه خوب. ولی خوشبختانه که این اتفاق افتاد، اگه نه ما اینجا نبودیم. راست میگی، ما همه رو راست میگی، اگه اونا چونا بودن که ما نمیتونستیم چیز کنیم. امکان داره مثلا دو تا دایناسور اینجا داشتن با هم صحبت میکردن؟ آره، امکانش هست. آره؟ مثلا صحبت به یعنی آره؟ تکامل پیدا می‌کردن. شاید شادم نه. خب حالا درباره این سیارک‌ها داشتی می‌گفتی. آره. بعد یکی این بود که این سال 2013 پرتاب شد. چون ما موشک‌های پرتاب کردن برای محور دو کانادا نداریم و اینا از کشورهای مختلف پرتاب می‌کنیم. این یکی رو تو هند بود که از اونجا پرتاب کردیم. درسته. و یک ماهواره که من کار کردم اسمش M3M100 هست که اون برای به قول معروف اطلاعات قایق‌ها و کشتی‌ها رو از فضا می‌گیره، چون از طریق رادار دارن خودشون رو اطلاعات خودشون پخش می‌کنن، اطلاعات رو می‌گیره جمع می‌کنه و بعد پس میده به زمین.
برای شناسایی که ببینیم مثلا این قایقا و کشتا کجا هستن. اینم از هند پرتاب شد 2016. من باید بهتون بگم که من یکی از مسئولیت مهمم اینجا نظارت پرتاب های ماهواره کاناداست و این دوتا که بود تو هند من خودم شرکت کردم. سال 2016 خیلی هوا گرم بود هند، باید بهتون بگم. راست میگی؟ جون بود و حسابی گرممون شده. خب حالا خوبه گرمای هوا برای فرستادن موشک به هوا یا نه؟ نه خوب نیست، برای همین ماهواره رو همیشه توی دمایی به خصوص در 20-22 درجه همیشه نگه میداریم. حتما با جای تمیزی باشه، برای همین هیچ نوع هوای گرم یا مرطوب بهشون نباید برخورد کنه. ما همیشه باید توی کانتینرهای اسپشیال بهشون وقتی ترانسپورتشون میکنیم. و مثلا برای پرتاب یک موشک یه ساعت به خصوصی داره؟ در مثلا صبح زود باید باشه، شب باید باشه، چطوری تعیین میکنین اینو؟ درست، این خیلی سوال جالبیه. این برای هیچ ساعت به خصوصی نداره، ساعت کاملا بستگی داره که شما دقیقاً میخواین به کدوم محور برین و در کجای اون محور باشین برای یک مدت، برای یک به قول تایم زمان به خصوص. برای این میتونه صبح باشه، میتونه شب باشه. بیشتر موقع همین صبح و شبه، توی وسط روز کمتر ما پرتاب میبینیم، برای اینکه محورهایی که میخوایم به طرفشون بریم مشخصن، تقریبا محورهای مشخصن، برای همین اینجوری هست. ولی از جاهای مختلف دنیا میشه پرتاب کرد و کانادا در توی عمرش که الان 55 ساله که داره کوشش میکنه توی زمینه های فضایی، از سال 1962 که پرتاب الویت بود، جای مختلف دنیا پرتاب کرده. چون میگم خودمون راکت نداریم، از آمریکا obviously، از ما با روسیه پرتاب کردیم و با هند. درست. و پروژه آخرم که میخوام درتون صحبت کنم، پروژه که من تیشرتش پوشیدم امروز، RCM Radar Sat Constellation میشنه، که این سه تا ساتلایت، هر ساتلایت تقریبا 1 تن و نیم و اینا ماموریتشونه که از زمین عکس بگیرن. و کانادا یک تاریخ بسیار قدیمی داره توی پروگرام رادار سات، که عکس‌های راداریه که این ماهواره‌ها از زمین میتونن تمام دور زمین بگیرن، همونجوری که دور زمین دارن میچرخن توی محور. و این سه تا ماهواره رو ما از کالیفرنیا به وسیله کمپانی اسپیس اکس اینا پرتاب میکنیم، که شروع کنم شما اسپیس اکس رو بشناسیم، و با یک راکت فالکن 9 که ما ماکچو داریم، حال بعدا فکر کنم میخوایم نشون بدیم به تماشاگر. اسپیس اکس به نظر من خیلی پروگرام جالبیه، چون این راکت هایی که پرتاب میشه دوباره برمیگرده به زمین و میتونه دوباره استفاده بشه، درسته؟ واقعا باید بگیم که خیلی کار تاریخی انجام دادن. همین سال پیش بود که اولین بار بود که خیلی هم میگفتن نمیتونن این کار بکنه، و اون به فارسی بکنم بشه طبقه اول اون موشک رو برگردوندن به زمین برای که بتونن استفاده کنن ازش، برای که اون طبقه اول خیلی گرون قیمته. و اینه که استفاده همون آقایی که کمپانی رو بنیان گذاشته، ایلان ماسک، همیشه میگه که چطور بود مثلا ما از اینجا مثلا نیویورک میرفتیم به کالیفرنیا با یه هواپیما، بعد هواپیما رو دیگه ولش میکردیم و یه هواپیما دیگه میساختیم برای برگشت. خب بس میکسنس میکنه. آره خب میکسنس، منطقه واقعا درسته، خیلی خوبیه. ولی خب هنوز مونده که ببینیم که آیا واقعا این کار میتونن کاملا با ریلایبیلیتی بالا و با کوالیتی خوب انجام بدن. تا حالا که 12 تا رو انگار من اشتباه کنم برگردوندن اون طبقه ها رو، و دو تا هم ریوز کردن، یعنی از اونایی که آردی پرواز کردن دوباره استفاده کردن برای پرواز موفقانه آمیز. پس شما الان با پروژه اسپیس اکس هم همکاری میکنید؟ ما از اسپیس اجنسی، درسته، ما از طریق ما، همونجوری گفتم، ما کار اساسیمون توی دولت اینه که همونطور همه آژانس های بیشتر آژانس های فضایی دنیا اینه که کار اصلی رو برای طراحی و ساخت و تست و حتی پرتاب رو میدن به کمپانیای خود کشورشون، و بعضی ما اون کمپانی‌ها سون کنتراکت هم میدن به جاهای دیگه دنیای کشورهای مختلف، ولی اصل اون کار معمولا تو کمپانی اون کشور انجام میشه. در این مورد ما یکی از کمپانی‌هایی که باشون کار میکنیم MDA هست، مکدونالد اتوالر ان اسوسییت، که توی هدکوارترش توی ونکووره و اینجا هم تو مونترال، فن اونایی که مونترال بشناسن تو سنت اند بلوی قسمت کمپانی اونجاست، که اونجاست ماهواره ها رو به معروف اسمبل میکنن، تست میکنن، و الان ما این رادار ساتلایتمون، ماهوارمون تو اونجا در حال تست و اینتگریشن هستن، و بعد که تموم شد ترانسپورتشون میکنیم به کالیفرنیا و اونجا ستاشون رو روی بالای فالکن 9 میذاریم و پرتاب میکنیم. سیامک جان، چطور شد که اصلا تو وارد این زمینه شدی؟ چطور شد اصلا با فضا به فضا علاقه پیدا کردی، به اینکه بیای دکتر بشی اینجا و کار کنی؟ علی جان، من وقتی کوچک بودم، حالا شاید خیلی از تماشاگران بدونم، من یه سری کتابایی بود میخوندم و این کتابا ماجراهایی بود که حتی من یکی از این
نگو نگو. چطور؟ چون منم به احتمال زیاد همون کتابا رو میخوندم وقتی بچه بودم. نگو. آره. بزرگ بود کتابا، آره. صفای خیلی محکمی داشت، ورق میزدیم، عکس داشت. عکس داشت، کارتون. چی داری تو جیبت؟ تنتن. شوخی میکنی. تو هم آوردی؟ معلومه که آوردم. منم تنتنم آوردم. اصلا من عاشق تنتنم. اصلا نمیدونی من چقدر دوست دارم این کاراکتر. من تمام کتاباشم میخوندم بینندگان جان عزیز. ولی مال من خوشگل کرد. خب مال تو آخه کتشو پوشیده. خب آخه بارون میومد. خب مال من تابستونیه. پس من میلو شوخی میکنی. دوست عزیزشم دارم. ای وای. خب تو بردی مثلا که تو بیشتر از من داری. البته منم یه چند تا دیگه حالا بعدن. آره حالا بعدن من یه موزه دارم. موزه تنتن اصلا دارم. تنتن باعث شد تنتن که شما بود. الان اینجا به کار مشغول بشید. تنتن میلی بود. من وقتی سنم کوچک بود اینا رو باشون خیلی ماجراهای جالبی داشتن و یکی از دو تا کتاب بود که خیلی من دوست داشتم. یکی بود هدف ماه، درسته، که به فرانسه میشه ابجکتیو لون، باشم بگیش بود روش که ما در ماه راه رفتیم، اونم مخصوص لون. این دو تا کتاب خیلی دوست داشتم و هم از نظر ماجرا هم از نظر اون کاری که پروفسور تورنوسول داشت میکرد. بله، پروفسور تورنوسول که به انگلیسی میشه پروفسور کالکولس. به انگلیسی میشه کالکولس. شو پس شما کلن کاراکترهای تنتن رو دوست داشتید؟ آره خیلی دوستش داشتم. خیلی هم جالبه برای این که به نظر خود سیامک جان اون کتابایی که اون موقع مثلا هم دهه فکر کنم دهه آخر 30 یا 40 میلادی بود که این کتابو نوشته شد فکر کنم. الان اون کتابا رو میخونی چیزی میبینی تو این کتابا که مثلا نزدیک باشه به این به چیزایی که واقعا رو ماه وجود داشت یا چیزایی که الان توی این زمینه پیش اومده؟ راستش بگم الان باید یعنی فکر کنم به قدیم، چون من کتابا رو تازگی ها نخوندم ولی کتابا رو دارم هنوز توی کتابخونه‌ام هم هست، حتی شاید برم بخونم بعد از این مسابقه کردیم. ولی یکی از چیزایی که به نظر میاد جالب بود این که همین که یک راکت میچینه روی ماه، برای اینکه اون موقع مثلا جوری که ناسا به ماه رسید این بود که یک ماجول لونر ماجول رو ریلیس کنه و اون لونر ماجول تنهایی خودش بره بشینه، ولی موشک نبود که میشینه. ولی الان تو کتاب تنتن ببینین خود موشک کاری که مثلا اسپیکس اکس داره میکنه، مثلا موشک داره برمیگرده روی کره میشینه. خب این هم جالب بود اینکه تقریبا هم کاری که الان شده است، درسته. و دیگه فعلا یخ رو ماه نبود فکر کنم. یخ رو ماه نبود نه، ولی میتونه باشه رو ماه، مثلا زیر لایه اصلی ماه میتونه یخ وجود داشته باشه. حالا که چیزی بوده میگن نه، حالا هر چیزی دو لایه هر چی ممکنه پیدا باشه، ولی اونجور که دانشمندا میگن انگار توی مریخ میدونین که پیدا کردن یخ پیدا کردن. توی ماه فکر کنم اینجوری دانشمندا میگن، من دانشمند نیستم، من مهندسم، میگن که انگار مشکل تره، ولی ممکنه لایه های زیرتر. بلکه میگن یه اگه اشتباه نکنم یه تئوری بود که انگار ماه از قسمتی از زمین بوده، درسته، وقتی زمین به وجود اومد 4 میلیارد سال پیش، آره فکر کنم، درسته. و میگن انگار سن ماه هم همونقدر، چون ممکنه مثلا یه مقدار آبی مثلا باش مثلا یخ زده رفته، نمیدونم. خب اگه اینطور باشه پس طلام تو ماه باید باشه. شما دنبال پول هستین؟ من نه، میخوام یه طلا رو بیارم پایین. من این کارو میخوام بکنم. من میخوام قیمت طلا بره بالا. راست میگی، پس بهتره ماه رو ول کنیم. اوکی. خب حالا سیامک جان الان کانادین اسپیس ایجنسی تو چه زمینه‌ای فعالیت داره؟ مثلا چه کانتریبیوشن هایی به اکتشافات فضایی داره کانتریبیوت میکنه؟ اوکی. یه سری از ماهواره‌ها که صحبت کردم که خودم اینوا بودم و اینکه رادار سات کانسلش هم گفتم، ولی مسلماً کانادا از قدیم توی زمینه‌های اکتشافی خیلی اکتیو بوده و می‌دونیم برای کار اکتشافی مثلا برای رفتن به کره‌های دیگه یا برای مثلا ساخت ایستگاه‌های فضایی خیلی پول زیاد و یک افرت خیلی زیادی لازم هست برای این کار، و بیشتر کاری که کانادا کرده حالت کمک بوده با ارگانیزیشن های دیگه، با آژانس های فضایی دیگه که با هم مثلا چیز بسازن. مثلا اسپیس استیشن که الان شما پشتش اینجا میتونین اون دست کانادا آرم که بهش معروف کانادا آرم دو هست برای ایستگاه فضایی رو میبینین، یه دست دیگه هست که پنجه است که میخوره پشت اون دست بزرگ و اینا کانتریبیوشن، یعنی حالت کمکی داره که با آژانس‌های دیگه همه میدن و این سال برای مثلا ایستگاه فضایی کانادا کانتریبیوشن داشته، درسته. بعد برای رفتن مثلا به مریخ ما الان در حال حاضر یک روری داریم،
کیوریوسیتی که یک سیستمی روش هست که اون سیستم کاناداییه برای جیمز سپیس JSWT که جیمز وب سپیس تلسکوپ هست. این یک بقول معروف میخواد اگه بشنید هابل رو بشناسید که عکسای میگیره از کهکشان، خیلی عکسای قشنگی هست، میتونه سکرین سیورتون باشه اگه بخواید. قرار اون رو ریپلیس کنه این جیمز جیمز تلسکوپ. و کانادا دوباره اونجا یک کانتریبیوشن داشته، یک قسمتی از سیستم و کانادا ترتیب یعنی CSA به طریق کمپانی ساختن و به ناسا دادن که توی این ماهواره باشه. بعد این کانادا آرم یا دست کانادا که به حساب میاد ترجمهش، الان در اینترنشنال سپیس استیشن داره استفاده میشه. درسته، دست کانادا هم کانادا آرم دو و اون حالا پنجش میشه گفتش که این پشت شما هستش، این استفاده میشه برای استفاده شد برای درست کردن ایستگاه فضایی و استفاده میشه برای آپریشن و به قول معروف تعمیراتی که روی ایستگاه فضایی هست، برای این استفاده رو داره. سیامک جان، تو اگه یه روز بخوای بری مثلا سپیس استیشن، اینترنشنال سپیس استیشن، اصلا دوست داری بری اونجا یه بار؟ آره بعدم نمیاد، این بعد زندگی تجربه هاست و تجربه چه بهتر تجربه‌ای از فضا. راست بگم کوچیک بودم دوست داشتم فضا نورد بشم، ولی راست میگی، بعد دیدم که تندن زیاد میخونی، زیاد تندن میخونم، بعد دیدم که بهتره فعلا زمین. تو هیچ کتاب تندن دیگه نخونی، فقط همین دوتا رو خوندی؟ نه نه همه رو خوندم، همه رو خوندی، ولی فضا نورد این قسمت فضاییش قسمتی بود که تو واقعا دوست داشتی. خیلی واقعا دوست دارم، منم همینطور، چندین و چند بار خوندم اون دو تا کتابو. خب حالا اگه بتونی بری اینترنشنال اسپیس استیشن، ایستگاه فضایی بین‌المللی که الان داره دور زمین اوربیت تو محور زمین وجود داره، کاری هستی اونجا بخوای انجام بدی؟ چه سوال خوبی. کاری به خصوصی من فکر کنم هر کاری بگم انجام شده آردی، ولی کاری که تو دوست داشتی انجام بدی. آره من اگه راست بخوای بذار فکر کنم، اگه یه روزی تصمیم به ازدواج گرفته باشم شاید برم ویدینگ هم اونجا برم. واقعا؟ چرا که نه؟ یعنی ویدینگ تو اونجا میخوای بگیری؟ چرا که نه؟ یا مثلا ویدینگ دوستان بشه برم برای اونا رو ببینم، ولی بعد به نظرم بعد جایی نمیاد. خب جای بدی نیست. خب بعد برای ماه اصل چیکار میکنی؟ برای ماه اصل هم خب یه سفینه میگیریم میریم ماه دیگه. اصلش از کجا میاری؟ اصلش هم بعد خانم هم اصل میخواد بود دیگه. اسم خانومت اصل خواهد بود؟ نه اسم خانوم اصل نخواهد بود. خب خانوم مثل اصل خواهد بود. خانومی اگه تو کانادا اصلا به نام اصل خانوم و دوست دارم برای هانیمون برن به کانادا سپیس استیشن، ببخشید اینترنشنال سپیس استیشن، سیامک جان هستم. این آقای علی جان رو گوش نکنین. نه به تمازید الان خانومی به نام اصل داره گوش میکنه به این قضیه. سلام. سلام. پس مینی هانیمون. اوکی بسیار عالی. خب سیامک جان، شما فیلم به خصوصی هم دوست داری، مثلا یه فیلم فضایی که خیلی بهش علاقه داشته باشی؟ تن میدونم کاراکتری که تن رو دوست داری، کتاب تن تن اینا، هانیمون هم که میدونیم کجا میخوای بری. حالا یه فیلمی که واقعا تو دوست داری، چه فیلم فضایی دوست داری؟ تخیلی، تخیلی. بچه‌ها بخواین دو تا فیلم خیلی خیلی دوست دارم. اگه بخوام یکی رو انتخاب کنم، یه فیلمیه که بیشتر رو زمین یعنی میشه یعنی سفینه‌های فضایی توش نداره و اسمش از بلید رانر، یه فیلم قدیمی هست که الان اتفاقا دارن شماره دوش هم درست میکنن، بلید رانر 2 که 2049ه که اتفاقا یک پرودوسر یعنی دایرکتور از کوبک هستش، دنی ویلنوف داره اون فیلم رو درست میکنه. مطرح هستن، خیلی مطرح هستن و چهره جهانی هستن. دقیقا و من خیلی دوست داشتم اون فیلم رو و دوست دارم که شما رو داشتم ببینم. یه فیلم دیگه هم هست که خیلی خوشم میاد ازش، اون سپیس آریسی 2001ه که کلاسیکه. بله اونم کلاسیکه، ولی خب اون دیگه بیشتر تو زمینه فضاست، برای اینکه تو سفینه ها رو میبینی، تو فضا داره میبینی، تو ماه میبینی، خیلی قشنگه، آهنگای بسیار قشنگی داره آهنگاش که و اگه گوش کنین نمیتونی چیزی گوش کنی، برای اینکه صدایی نیست توی فضا و این جالبیش اینه. چرا تو فضا صدا نیست؟ برای اینکه صدا باشه که الان ما میشنویم، باید یه چیز، یک میدیومی بین ما باشه، حالا آب باشه، مثلا مولکول، مثلا اکسیژن میتونه باشه، مولکول میتونه، یا هوا باشه، اکسیژن، نیتروژن، هر چی که هر چیزی که یه چیز باشه، خلأ نمیتونه باشه، نمیتونه خالی باشه. بعد میدونید که فضا کاملا خلأه، یه چند تا مولکول این ور اون ور واسه خودشون دارن میگردن، ولی کلی مثل اینجا زمین نیست. تو اسکای فضایی اینترنشنال اونجا هوا هست و خب فضا نمیتونه با هم صحبت کنن، صدا شنیده میشه، ولی بیرون درسته، مثلا لیزر مثلا تو استار وورز میزنن،
نه صدایی نداره. خب پس برای همین تو هانیمون میخوای بری روما، برای اینکه اصل خانم هر چی دو فریاد بکنه تو چی نمیشنوی، درسته؟ اینجا چیه منو آوردی؟ این هتل 4 ستاره نداره؟ این صداها اصلا؟ نه این صدا نخواهد بود. و خوشبختانه. باشه بسیار خب. سیامک جان تو چیز دیگه هم دوست داری به بینندگان جاهای ما بگی؟ اگه پیغامی داری، اگه چیزی دوست داری بگی، میتونی الان این زمان داری که صحبت کنی باشون. خیلی ممنون. آره من فکرم همون بقیه اون صحبتی اگه بگم که کردم، دوستم که بچه هایی که خب یا از اینجا کوچیک بودن ایرانیان بزرگ دارن میشن یا از ایران میان، خیلی زحمت بکشن، سعی کنن که پشت کار داشته باشن. شخصا خیلی دوست دارم که من بیشتر آدمای بک‌گراند ایرانیان کانادیان ببینم توی آژانس فضایی یا جای دیگه دولت. بر همین پشت کار داشته باشین، ول نکنین و موفق باشین هر کاری که دوست دارین انجام بدین. خیلی خیلی متشکرم. بسیار خوب سیامک جان، خیلی متشکرم که ما بودی در علیجان شو. من میتونم به دست میشه دست فضایی بدیم؟ دست فضایی؟ آره آره نمیدونم اینطوریه. آره خب الان دست فضایی دادم با سیامک جان، این دست فضاییه. بینندگان عزیز خیلی خوشحال هستم که ما بودید، از امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. مجددا تشکر میکنم از آقای دکتر سیامک تفضلی یا سیامک جان. بینندگان عزیز لبخند فراموش نشه، با ما باشید. میخواییم در برنامه آینده تور آژانس فضای کانادا هم داشته باشیم. سیامک جان میخوان اینجا رو ما نشون بدن، درباره یه خورده دیتیل این قضیه صحبت کنیم، چیزهای مختلف، یه خورده با کارشون بیشتر آشنا بشیم اونجا. با ما باشید تا برنامه بعد. لبخند فراموش نشه. این تنتن تو بده ببینم. تنتن من بهتره یا تنتن تو؟ مال من یه خورده قدش بلندتره. مال من مثل مال تو کت داره. مال تو تنتن بچه است. آره ببینم این جدیده است. جدیده است. آره این جدیده است. قبول من اینو بهت میدم، میلو رو میگیرم. این قبول است، این جدیده است. اینو استیون اسپیلبرگ آورده. واقعا این قدیمی است. چیکار کنیم میرنده بچه‌ها؟